خب من یه چیز دیگه من باید برم، ولی یه چیزی میخوام به شما نشون بدم، خب، که من خیلی ناراحت شدم اینو دیدم، خیلی ناراحت شدم که اینو دیدم، ولی شما هم باید اینو ببینید، به من بگین نظرتون چیه. من اینو سریع نشونتون بدم، این یک حرکت زشت از یکی از دوستای ما. خب شما بگین، شما بگین، ببینید من این الان یه چیزی میگم، الان من اینو میارم بالا، احتمالاً خیلیاتون ممکنه با من اختلاف نظر کنید، خب، و این من میخوام یه نقدی بکنم از یه کاری که یکی از دوستای ما انجام داده، خب، ولی ما باید خودیامون رو نقد بکنیم دیگه، با که نمیتونیم همش بریم نقد جمهوری اسلامی و مسلمونا و کسای دیگه رو بکنیم، باید خودیامون هم نقد بکنیم دیگه. من یه کاری رو الان به شما نشون میدم که به نظر من کار خیلی زشتیه. شما اگه مخالفین به من بگین مخالفین، خب، ولی من فکر میکنم این کار زشته. بگین صدا هست یا نیست. این چیزه، این آقا دوست ما سام رجبی هست و این فکر کنم تو کالیفرنیا هست الان، تو امریکاست، یه جا تو امریکاست فکر کنم، بگین درسته یا نه. و این سام که خودتون فکر کنم اکثر شما میدونین براندازه و اومده کسای ایرانی های خارج از کشوری که میخوان رای بدن و داره باشون اینجوری رفتار میکنه. شما بگین، شما به نظرتون بگین، شما بگین که آیا این کار درسته یا نه. سوزنه هم اینجاست، زنبوله میگه آره تو کالیفرنیا است. نگاهشو کنیم، نگاهشو کن، اینا دارن نول میزن، اینا همون بیشرف هایی که دارن رای میدن، این میخواد رای بده. رو سرت کجا؟ رو سرت کجا؟ اسلامت به خشنگ برسه، اسلامت به خشنگ برسه، برو رای بده، رای بده به خون نبی، اسلامت به خشنگ برسه، برو رای بده به دیکتاتور، برو رای بده. بیش از این اینا هاشش میترسه من فیلم بگیرم. آخه میترسه، معلومه که میترسه، تو جوری که داری رفتار میکردی خب منم میترسیدم. نمیزه تو که چهرهتو همه دیدم، چهرهتو همه دیدم. مادر نویدو بده اینا ها. ببین این خانوم رفته به قاتل این رای داده، رفته به قاتل. من گم نمیشم جایی، من حقمه. اسلام هم قرآن هر دو فدای ایران، مزدورای جمهوری، هم اسلام، هم قرآن، هر دو فدای ایران، مرد مرد جمهوری. این نبی رفتاری ها میشناسید، این نبی رفتاری میشناسید، این نبی رفتاری، این نبی رفتاری شما رفتید. ساری، آیم ساری بادا، آیم ساری. اما اینا هاشون، اینا رفتن رای دادن به قاتلای شما. این خانوم رای داده، رفته به قاتلاشون رای داده. ببین میره به دیکتاتور رای میده، میره به دیکتاتور رای میده. خب ببرش، این زن شماست، خب ببرش یه جای امن. الان چجوری نگرش داشتی بین این آدم ها؟ نگاه کن داره چجوری ترسیده، داره سعی میکنه. شما فاحشای بعضی هستی، میگیره شما فاحشای بعضی هستی. نیا کن چند نفر دور این
مرد و خانم دور دورشون چجوری دارن بهشون داد میزنن فوش میدن. ببین چند نفرن دور یه دو نفر. ببینم شما این ببین من این آیا ضد آزادی بیان نیست اینطوری اینتیمیدیت دارن میکنن؟ ببین نگاه کن بیشتارم نگاه کن بزنید. ببینی اینا این حرکت واقعا به نفع جمهوری اسلامیه. یعنی نگاه کنید چقدر این آبروریزیه به نظر من برای براندازا. انگشتتون رو بزنید تو خون پژمان قلی‌پور بزنید. مامانش گفت پنج تا تیر زدن بهش. گفت باور کن بچه‌م با یه دونه تیرم میمرد. ای کاش پنج تا نمیزدید بهش. ای کاش پنج تا نمیزدن بهش. ای کاش با یه دونه میکشتن. ای کاش دستکاری رو شکنجه نمیدادن. ببین این هراسمنت به شد نگاه کن ببینم چی میشه. اذیت و آزاری که میدن واقعا غیر قانونیه. من فکر کنم ای کاش شکنجهش نمیدادن حداقل. برو رای بده. من ببین 10 سال تیم ملی ایران بودم. خب 10 سال. خب دیگه بسه. من فکر میکنم این واقعا کار زشتی بود. من فکر میکنم واقعا این کار زشتی بود. میدونم هم خیلیاتون اختلاف نظر دارید. اینجوری میخواییم به مردم عقایدشون عوض بکنین با اذیت و آزار؟ با اذیت و آزار میخواییم مردم نظرشون عوض بکنین؟ اینجوری؟ ببینید من مخالف رأی دادنم، خب؟ ولی کسی که میخواد با من اختلاف نظر داره میخواد بره رأی بده باید امنیت داشته باشه، باید بتونه حق آزادی بیانشه. یعنی پلیس کجاست؟ این سام به نظر من اینجا باید اصلا دستگیر میشد. این اصلا غیر قانونیه این کارش. پلیس کجاست؟ این براندازیه، این روش براندازی شماست؟ خب اصلا خب اینا خیلی الان این ویدیو رو میرن میکنن میگن که ببینید براندازه کیان، کسایی که میگن ادعای دموکراسی میکنن، ادعای آزادی بیان میکنن، نظر مخالفش رو ببین چجوری باهاشون رفتار میکنن. ما میخوایم بیایم تبلیغ بکنیم که بگیم که چرا رأی نباید بدین، چرا رأی دادن کار اشتباهیه، نه با اذیت و آزار. این چیه؟ ببینید شما وقتی که کسی رو که کارایی میکنه که به نظر شما حمایت از جمهوری اسلامی رو با خود جمهوری اسلامی یکی حساب میکنی به همین نتیجه ها میرسه. شما اینجوری هیچ وقت پیروز نخواهید شد. شما دشمنان ایدئولوژیکی شما هیچ وقت به طرف شما نخواهند اومد وقتی شما خود اینا رو با دشمنتون یکی حساب میکنی. خب یعنی شما وقتی که مثلا یه نفر رأی داد به جمهوری اسلامی اینو با خود جمهوری اسلامی یکی حساب کردی و گفتی اینا همون خامنه ای ان و اینجوری این طرز رفتار باهاشون رو قابل قبول میدونید، گروه شما اینجوری رشد نخواهد کرد. این واقعا به نظر من این ویدیو واقعا تبلیغ بود برای جمهوری اسلامی که ببینین یک خانم، دیدین اون ویدیو اولی رو چجوری یک خانم رو چجوری وحش، این واقعا وحش. ببین این خانم، ببین یه پیرمر یه پیرزن. شما تبلیغ بهتر از این برای جمهوری اسلامی میتونین پیدا کنین که خارج از کشور یه پیرمر پیرزن نگاه کن اومدن این خانم رو سرت کجام. نگاه کن یه خانم اینجوری اومده از ماشین بیرون، این بر این شما میخواین اینجوری براندازی نشون بدین؟ یک مرد به این گندگی با این همه عضله داره داد میزنه به یه خانم به طور بتونه این نگاه چقدر آروم این خانم داره راه میره و این اینجوری داره سرش داد میزنه. آقا این تبلیغ برای جمهوری اسلامی نیست که این ویدیو رو بکنن نگاه کنین براندازا، ببینین مردمی که برای ما میخوان برن رأی بدن، ببینین این میشه طرف این ویدیو رو میتونن بکنن که نگاه کنین کسی که طرف جمهوری اسلامیه به طور خیلی صلح‌آمیزی به طور خیلی به طوری که عصبانی بشه داره آروم میده رأی میده و این نگاه کنین اینا براندازان، کسایی که میگن طرف دموکراسی ان اینجوری دارن آزار و اذیت میگیرن کسایی که میخوان برن نظرشون رو بیان کنن. یعنی این بهترین ویدیو برای جمهوری اسلامی، یعنی واقعا بهترین ویدیو برای جمهوری اسلامی، برای تبلیغ جمهوری اسلامی. این چه کاریه؟ این خیلی کار زشته به نظر من. ام
آره میدونم لایف چت همه با من مخالفن، منم میدونستم شما با من مخالف خواهید بود، ولی من اینو خواستم بگم، این به نظر من کار واقعا اشتباهی بود. ببینید همه دارن به من میگن لطفاً چرت نگو ارمین، نظر محترم نیست. آه زنبولک میگه نه همه مخالف نیستن. خب زنبولک با من موافقه. ببینیم روی کی موافقه. نگاه کن تو لایف چت. آه ایمان میگه نگاه کن تو لایف چت چقدر مخالف داری. بله من میدونستم، من قبل از اینکه بذارم مثلا میگفتم که شما با من مخالفت میکنید. شما فکر میکنید من از مخالفت شما میترسم؟ شما فکر میکنید من میام فقط حرفایی میزنم که شما انتظار دفاع از شما داشته باشم؟ زنبولک هستی؟ والارم هستی؟ زنبولک میخوای بیای بالا؟ من زنبولک میگه من با خشونت مخالفم. آها بعضیا موافقن با من، ولی اکثر ما میگه پس ما درست میگیم. شما فکر میکنین که چون شما اکثریتین با من مخالفت میکنین، پس چون اکثریت من بر اساس اکثریت اقلیت نظر خودم رو انتخاب میکنم، شما فکر میکنین که اگه مثلا 90% لایف چت بیاد بگه که آرمین با من مخالفه، من بیام نظرمو عوض بکنم به خاطر اینکه شما؟ بعضی هم اتفاقا بعضی هم با من موافقن. آرمین جای گزینه این رفتار چیه؟ اینا میتونستن همینجا باشن، خیلی محترمانه وایسن بدون آزار و اذیت، بیان بگن خانم شما میخواین رأی بدین، میخواین یه ذره وقت دارین که قبل از اینکه برین رأی بدین من به شما یه ذره صحبت کنم که چرا نباید رأی بدین. یه دقیقه خانم به من وقت بدین، دیرین اگه وقت دارین یه دقیقه خانم، یک دقیقه من با شما صحبت بکنم، اجازه میدین؟ بعدم بگین که خانم من اجازه، من این ویدیو دارم رکورد میکنم، اشکال نداره مناظره بین من، اگه دوست ندارین رکورد کنم مناظره رکورد نمیکنم. خب اگه دوست داریم رکورد نکنم، ولی برای اینکه بتونم استفاده کنم این نظر شما رو به بقیه هم نشون بدم، اگه اجازه بدین من رکورد بکنم. اجازه نمیدین خیلی خوب، ولی یک ذره به من وقت بدین. اگه بعد از یک دقیقه حرف زدن من شما هنوز خواستین برین رأی بدین، رأی بدین، ولی شما یه دقیقه به من فرصت بدین لطفاً، فرقی نمیکنه یه دقیقه. خب بعد یک به طور دوستانه تقاضای صحبت بکنین، صحبت بکنین، بعد ببینین آیا میتونین نظرشون عوض بکنین به رأی دادن یا نه. این کار بهتر نبود به نظر شما؟ حالا بعضیتون میگه خب اونم میگفت نه. خب فرقش چی بود؟ این خانم که بالاخره رفت رأی داد. خب هنوز باز با وحشی این کار سام، این وحشی بازی سام اینجا، خب بازم گفت نه. خب حداقل شما میتونستین برین خونه فکر کنین که شما کارتون محترمانه بود، اینقدر وحشی بازی در نیاورید، اینقدر داد اذیت و آزار نکردین به این نفر. این خانم که رأیش رو رفت داد، شما تبلیغ جمهوری اسلامی شدین. میاکن ای توف به روت آرمین، شما بگین فوش بدین منم هایلایت میکنم. آه زنبلاغ بیارم بالا، زنبلاغ بیا بعدشم بالا رو میارم. زنبلاغ هستی؟ صدا من هست؟ بله بله بفهم. خب مشکل همینه دیگه، خیلی احساساتی و از روی تعصب برخورد میکنن و بعد حالا خیلی فیلم های دیگه من دیدم که حالا این سام که اصلا فحشی نداد، ولی خیلی ها من دیدم فحشای خیلی بد میدادن، فحشای خیلی بد میدادن و من اصلا با این کارها موافق نیستم. به نظر من باید به صورت منطقی با اینها صحبت بشه، یعنی اگر چون ببین اگر کسی طرفدار جمهوری اسلامی هست، خب ما نمیتونیم بیایم بگیم خب چون تو طرفدار جمهوری اسلامی هستی پس تو آدم مثلا بدی هستی، ما نمیتونیم اینو بگیم که، درسته؟ نظر چیه؟ نه من قبول دارم. ببینید شما اگه کسی طرف جمهوری اسلامی هست، بهترین راهی که نظرشون عوض بکنین که با دوستانه بهشون توضیح بدین که چرا نظرشون اشتباهه. من موندم کی تا حالا، شما فرض کنین که انتظار شما چیه؟ یه نفر میخواد بره رأی بده، اینجوری سرش داد بزنین فوش بدین، خب بعد بیاد چی بگه؟ بگه آه شما درست میگین، شما به من گفتین و این کش و اون کش و فلان و اینا، گفت داد زدی سر من بیشرف، من فهم متوجه شدم دیگه، آها جمهوری اسلامی برای این بده، برای اینکه شما اینجا وایسادین دارین سر من داد میزنین، من یه خانم بیدفاع، یک مرد گنده و این همه باعزله که واقعا ترس، من موندم این خانم چرا نترسیده؟ من اگه اونجا بودم یه همچین مردی اینجوری سر من داد میزد ممکنه فرار کنم. این خانم خیلی به طور خونسرد راهش رو ادامه داد، رفت رأی داد. خب یعنی چقدر برای جمهوری اسلامی واقعا تبلیغ شد. خب ولی من موندم که یعنی
انتظارتون نتیجه این کار فکر می‌کنین چیه؟ یعنی شما فکر می‌کنین با این کار تو جمهوری اسلامی مثلا برانداز میشه؟ یا نظرش مردم از جمهوری اسلامی مثلا کم رنگ‌تر بدتر میشه با این کار شما؟ خب این نظر مردم علیه براندازی رو بیشتر شما دارین میکنین، نه علیه جمهوری اسلامی. نتیجه این کار به نظر من چیه؟ شما اصلا اتفاقا میتونید این موقعیت بود که بیان نشون بدین که چقدر محترمانه با کسایی که با شما اختلاف نظر دارن که بیان نشون بدین که چقدر براندازا چقدر چیزن، چقدر محترمانه، چقدر با به طور احساسی حاضرن با کسایی که مثلا میخوان رای بدن چقدر یعنی سیویلایز هستن. میتونید این همچین موقعیتی رو، این همچین فرصتی رو از دست دادین. یعنی واقعا این برعکس شد. دقیقا باید موافقم. باید خیلی محترمانه برخورد بشه، خیلی حالا سیویلایز یا متمدنانه صحبت بشه و دلیل ها گفته بشه که چرا ما میگیم نه، نه اینکه با فحش و دشنام و داد زدن. خب دقیقا نمیده چیزی حل نمیشه، چیز درست نمیشه. تازه همین الان از این فیلم ها میتونن سوء استفاده های تبلیغاتی هم بکنن. درست. یه چیزی، یه کسی داره میگه آرمین تو همین رفتار رو این اسم داشتی. من هیچ وقت با هیچ مسلمون و یا طرفدار جمهوری اسلامی اینجوری تو صورتشون هیچ وقت من کی همچین رفتاری داشتم؟ شما من نشون بدین من کی همچین رفتاری داشتم. من حتی تو تظاهراتی هم که رفتم، کسایی که مثلا اومدن میخواستن تظاهرات ما رو جمع کنن، من چندین بار تو تظاهرات یه کسی مثلا زد تو گوشم، یه کسی مشت زد منو، من خودم هیچ وقت تو اون موقع همچین کاری با کسی نکردم. من فقط رکوردشون کردم اگه کسی با من این کارو کرد. ما یه موقع هم تو لندن که اومدن خواستن تظاهرات ما رو مثلا جمع کنن، یعنی که بگن، خیلی محترمانه به کسایی که خواستن این کارو بکنن گفتن نه ما اینجا تکون نمیخوریم، ما وای میسیم. من هیچ وقت همچین رفتاری نداشتم. کی داره همچین حرف میزنه؟ خب یه کسی دیگه هم داره میگه آرمین کسی نمیخواد نظر رای دهنده ها رو عوض کنه، اونا میخوان فریاد مردم ایران باشن، فریاد کسانی که بی صدا هستن. خب این روش درست نیست، به خاطر اینکه شما دارین مردم ایران رو خیلی بد جلوه میدین. یعنی شما دارین نشون میدین کسایی که دموکراسی میخوان، کسایی که آزادی بیان میخوان، انقدر وحشی ان، انقدر میان میخوان جلوی آزار اذیت بکنن به کسایی که میخوان رای بدن. یعنی این میشه صدای مردم ایران؟ یعنی اگه این هدفشون اینه که صدای مردم ایران بشن، بهتره که این کارو نکنن، برای اینکه مردم ایران رو خیلی بد دارن جلوه میدن. این نباید صدای مردم ایران این یه همچین وحشی گرایی باشه. خب شما بفهمید. من میخواستم بگم اتفاقا مثلا همین نه به جمهوری اسلامی و شرکت نکردن، اتفاقا این خودش صداش خیلی بلندتر بود. تو خیلی از کانال‌های آلمانی من دیدم که در مورد این موضوع صحبت کرده بودن، خیلی کلا در سر دنیا در موردش صحبت شده که چقدر مردم ایران شرکت نکردن. اتفاقا این کار خیلی کار قشنگتر و در واقع بهتری بوده تا مثلا همچین کار. این کارا به نظرم حالا وحشیگریه تا سیویلایز بودن. درسته. حالا من ازم لغشم ولار و دو نفر هستن که مخالف نظر من هستن، بذار اونرم بیارم که فقط چون تو موافقی فقط تو رو نگیرم. باشه بیام. باشه فعلا. مرسی زملاق جان. ولار بیا تو، میگی من با من مخالفی. خب ببینید، اولا که اینجا خشونتی من نمیبینم، فقط دارم صحبت میکنم. یعنی من نگفتم خشونت، گفتم اذیت. من گفتم خشونت، من گفتم اذیت، من هرسمنت رو گفتم، اذیت و آزار. اذیت و آزار هم نیست دیگه، دارن صحبت میکنن میگن تو بی شرفی، یعنی دارن یه صفت رو بهش. ببخشید من نمیدونم، من توی آمریکا حداقل این اذیت و آزار حساب میشه. داد زده تو صورت یه نفر بهشون گفتم بی شرف، اینجوری این انتیمیدیشن میشه. پلیس نبود، من نگهبان بود. پلیس سفارت دینی اینجا نیرو انتظامی ندارن. الان اگه چیزی بود بالاخره باید یه کاری میکرد دیگه. ببین اگه تعریف هراسمنت رو نگاه بکنی، خب این انتیمیدیشن حساب میشه، این اذیت و آزاره. اینجوری داد بزن نیا کن یک نفر، یعنی شما فکر میکنین که مثلا یه نفر داره تو خیابون، مثلا من اگه برم تو مسلمون تو خیابون داره رد میشه، من برم تو صورتش داد بزنم تو مسلمونی، تو احمقی، چجوری میتونی اسلام رو قبول کنی، داد بزنم سرش، شما فکر میکنی این اذیت و آزار حساب نمیشه؟ نه اه.
اوکی خب پس تعریفتون از اذیت و آزار فرق داره. حالا شاید اشتباهه، ولی ببینید شما کسی که اسلحه گرفته رو سرتون رو نمیتونید با مثلا منطقی بشینید باش حرف بزنید. اولا که همه اینا آقازادن، اصلا مشخصه که اینا دارن سود میبرن از جمهوری اسلامی، چون طرف نه حجاب داره نه چیزی داره، بعد داره از یه سیستم مثل جمهوری اسلامی دفاع میکنه. مشخصه که آقازادن، اینا دارن، معلوم نیست پدرش نماینده مجلس توی دفتر خامنه‌ای پست و مقامی داره، این که مشخصه، و شما میگی که بشین با اینا منطقی صحبت کن و نظرشون رو برگردون. حالا نظرم برنگردوندی، بالاخره تصویری که شما از براندازو خواهید داد خیلی بهتر خواهد بود. شما فرض کنین که رفتین وایسادین، گفتین که خانم شما میخواین رأی بدین، یک دقیقه ببین، به خاطر که اتفاق، به خاطر که کاری که با جمهوری اسلامی کرده، و به نظر من شما دارید کاری که دارید شما میکنید بهونه میشه برای خونریزی بیشتر توسط جمهوری اسلامی، آیا این دلیل نمیشه که یک دقیقه به من وقت بدین که ببینین حرف حساب من چیه؟ خب اینو رکورد کنید. این خانم میگه نه برین، نمیخوام با تو حرف بزنم، بعد میره رأی میده. این ویدیو از اینکه شما یک همچین دعوتی کردین کسی که میخواد رأی بده و این خانم گفت نه رفتن، آیا این ویدیو برای براندازا تبلیغ بهتری نبود تا اینکه شما داد بزنین تو صورت یک نفر اینجوری؟ صحبت شما توی جامعه مدنی مثل مثلا آمریکایی که مثلا دو تا جناح سیاسی که با هم مشکل دارن برن بشینن با هم حرف بزنن، اینجا بحث اینه که جمهوری اسلامی باید متوجه خشونت مردم بشه، جامعه بین الملل باید متوجه بشن که ایرانیایی که اونورن واقعا ناراحتن، واقعا خشمگینن. از شما فکر میکنین این ویدیو رو مردم ببینن یه همچین برداشتی که به نظر من اکثر کسایی که برداشت رو میبینن به نظر من برداشت کسایی که سطحی نگاه میکنن، خب یعنی تو میخوام ببینم به نظر من دو تا مردم، دو نفر دارم میبینم، یه سری کسایی که میخوان رأی بدن، یه سری کسایی که ضد جمهوری اسلامی هستن نمیخوان رأی بدن، بعد میاد این ویدیو رو نگاه میکنن. نمیگم این برداشت درسته ها، برای اینکه یه ویدیو که آمار نمیشه که، خب ولی نقش این ویدیو میاد میبینن که کسی که داره رأی میده اینجوری با خونسردی داره بدون مشکل داره میخواد داره میره رأی میده، کسایی که مثلا زده این جمهوری هستن یه آدم مثلا ممکنه نتیجه که بشه یه آدم وحشیه که داره نمیخواد بذاره این خانم آزادی بیانش داشته باشه که بتونه بره رأی خودش بده، داره اینجوری بهشون حمله میکنه. یکی این ممکنه بشه برای کسایی که مثلا ایرانی نیستن، یه تبلیغی هم میشه برای کسایی که خود اصولگراهایی که تو ایران هستن که میگن که نگاه کنه اینا کسایی که ادعای دموکراسی میکنن، ادعای آزادی بیان میکنن، اینا اینجوری رفتار میکنن. فرض کنه که اینا کسایی که میخوان مثلا نظام آینده رو تو دستشون بگیرن، اگه الان این رفتار رو میکنن، فرض کنه که وقت قدرت دستشون بشه اون موقع دیگه چیکار میکنن؟ یعنی الان تو صورتتون داد میزنن میخواین رأی بدین؟ اینا که میگن هر کسی باید آزادی بیان داشته باشه، نه، آزادی بیان منظورشون اینه که فقط آزادی بیان هم نظر خودشون باشه. اینا کسایی هستن که اگه بیانشون یه چیز مخالف خودشون باشه، اینا میان پدرتون رو در میارن. یعنی اینا حکومت دستشون بیفته فقط خودشون یه محدودایی میذارن، بعد تو اون محدودیت فقط آزادی بیان وجود داشته باشه. اگه حرفای دیگه بزنین، حالا دارن صورتتون داد میزنن، بعدن یه بلای دیگه سرتون میاره. برای همین میگن براندازی نذارین بشه، مگر نه اینا هن که میان رو حکومت. یعنی نمیگم این حرف درسته ها، ولی اینجوری استفاده خواهد شد. یعنی این ویدیو واقعا یک نعمته، این ویدیوهای مثلا این یه نعمت به جمهوری اسلامی. خب به نظر من هیچ کس انقدر سطحی نگاه نمی کنه. خود مثلا بسیجی ها، خب طرف میدونه که مثلا خودشون دارن چی کار میکنن، هممون مثلا مردم عادی هم انقدر چیز نیست که مثلا بگه خب اینا دارن سر مثلا طرف داد میزنن، خب این یعنی مثلا کل جامعه براندازی همینه و جمهوری اسلامی مثلا کار بدی نمیکنه و بهتر. بعد حالا البته من خودم با اینکه رفته جلو داره ویدیو میگیره و انقدر فاصلش رو نزدیک کرده مخالفم، به نظر من باید اونجا یک پرچم میگرفتن و شعار میدادن که فقط خب بیان کنن اینو. خب پس با من هم نظری، منم اونو قبول دارم. اینا اگه اونور خیابون وای میسادن میگفت شعار میدادن نه به جمهوری اسلامی، حتی پمفلت هم داشتن که بیان به هر کسی مثلا خبرنگاری هر کسی بتونه بیاد بدن که بگن چرا نه به جمهوری اسلامی میگیم جنایت های جمهوری اسلامی رو، اگه این کار رو میکرد، خب پس یه چی داری میگی؟ پس با من هم مخالف نیستی؟ منم قبول دارم این کاری که تو داری پیشنهاد میکنی، کاریه که من قبول دارم این کار رو باید میکردن 100%. یعنی البته این کارم کردن، این کار هم کردن، اون کاراشون رو نه تنها من مخالف نیستم، این همچین رفتاری رو تازه
افتخارم میکنم که اینا همیشه کار گروه برزی همیشه هستن، شعار دارن میدن، پنفلت دارن، پرچم دارن، این کارا خیلی مثبته و منم این کارا رو پیشنهاد میکنم. تو میگی این کاری که من نشون دادم میگی غلطه، بعد این کارو میکردن، خب پس حرف منو میزنی. آره ولی خب میدونی دیگه یک مقدار اینا مثل اینکه احساساتی شدن اونجا، یه دفعه جو گرفتشون شده. آره حالا همین دیگه، باز بقیه هم خب پس مخالف نبودی تا در حرف من در بیاد. خب یه مقدار زیاد روی شده حالا. آره خب زیاد قبلا هم زیاد روی شده و خب آره پس بذار ببینم کسی دیگه مخالف الان سه نفر دیگه فقط. ولی شما نباید بیای اینو بگی که مثلا نه و مثلا خیلی کار اشتباهی کرده، یعنی به نظرم شما نباید خیلی روی مانور بدی. چرا ما باید ببین من خیلی اعتقاد نقد به خودی ها خیلی باید به نظر من مهمه، برای اینکه ما نباید قبیله گرا باشیم. من فرصت که بشه که نقد از خودی ها بکنیم، به نظر من هر فرصتی که بشه باید استفاده کنیم. خب برای اینکه خیلی چیز میشیم، توی حباب خواهیم بود اگه فقط به دشمن هر کسی که تو گروه ما هست و اگه کار اشتباهی بکنن نقد نکنیم، فقط کسایی که تو گروه های دیگه هستن رو نقد بکنیم. این باعث میشه که ما فکرامون حبابی بشه، یعنی قبیله گرا بشیم، یعنی همه حرفای تیم خودمون رو قبول کنیم، همه حرفای تیم دیگر رو ضدش بشیم. به نظر من استفاده هر موقعیتی که بشه که نقل از خودی بکنیم باید این کار انجام بدیم. به نفعمونه. ما تازه من خودم من ببین یه چیزی که میگم، من میگم این کار خیلی اشتباهی بود. یه چیز دیگه هم میگم، به احتمال 100% من کارایی خواهم کرد که اشتباه خواهد بود و امیدوارم که به شدت نقد بشم. خب من بعض خیلی موقع ها شما نقد کردین و قبول نکردم، ولی موقع هایی هم بوده که شما نقد کردین و من تونستم اشتباه با همان ببینم و قبول کنم. درست باش، حالا ببینیم بقیه نظرات چی. ببین بقیه چی میگه. اوکی مرسی. خیلی خوب، مرسی والار جان. ایوب سلام. آمی سلام. من یه 3-4 جمله میخواستم بگم، زیاد وقتتون نمیگیرم. به نظر من هر گونه حرف، رفتار یا عملی که ناشی از هیجان باشه، حالا چه هیجان مثبت مثل خوشحالی یا هیجان منفی مثل ناراحتی و خشم و اینا باشه، به نظر من درست نیست. این تا اینجا موافقم باهات. در مورد اینکه میگی داد زدن بده، فحش دادن که خب کاملا موافقم باهات، بده داد زدن و تا اونجایی که من میدونم میتونی با صدای بلند هم حرف بزنی، مشکلی نیست، مگه اینکه پدر باشی بخوای سر بچه‌ت داد بزنی یا مثلا مرد باشی بخوای سر زن تو خونه داد بزنی که اون به قول خود هراسمنت حساب میشه. تا اونجایی که من میدونم داد زدنش مشکلی نداره، میتونی با اعتراض تو حتی اونجوری هم بگی. خیلی اثر تو صورت داد زدن اگه نویز، اگه تو جای خودت باشی و توی پابلیک پلیس باشه ممکنه مشکل نداشته باشه، ولی اگه تو صورت یه نفر ممکنه بری داد بزنی و اگه جایی باشه که اون نخواد و تو دنبالش بکنی اون ممکنه هر چیزی. دیگه تو صورت رئیس جمهور ما داد نمیزنن. من کانادا نیستی، چند بار تو صورت جاستین داد زدم، رفته بوده نمیدونم یه استان دیگه که سیل اومده بود نمیدونم چی بود، چنان داد میزدن سرش که بیخوره. داد زدن بد نیستش دیگه. من تعریف هرسمنت رو نمیدونم، ولی این خانم رو دنبال کردن وقتی که معلومه که نمیخواد شما دنبالش بکنید و داد بزنید، من فکر کنم این هرسمنت میشه. شاید دارم اشتباه میکنم. اگه کسی از قانون فحش دادن، آره فحش دادن بده، ولی خب داد زدن نمیدونم. تا اونجایی که من میدونم نمیشه، میتونه واسه بلند صحبت بکنه. منم اگه شما میگین که از قانونی مشکل نداره، من ممکنه بگم از اخلاقی این مشکل داره، ممکنه از قانونی نمیدونم، شاید من مشکل نداره. ولی یه صحبت دیگه هم حالا من بگم. بعد گفتی که آیا فکر میکنین کارایی که میکنین یه کاری کرده که اینا نیان رای بدن؟ بله یه کاری کرده که اینا نیان رای بدن. چند تا از این پستاشو نوشته بود که چند تا از با ماشین اومدن مثلا جرات نکردن پیاده شن. چرا؟ چون اینا داشتن فیلم میگرفتن، همین باعث نخوندیده بشن. ببین پس این کم بودن رای، یعنی بالا بودن آمار کسایی که رأی ندادن و بعضی استفاده میکنن که تو شک بندازن، بگن خب معلومه، آها معلومه که توی آمریکا مردم نیومدن، میخواستن بیان ولی این وحشی ها نذاشتن. آره همونجوری هم که تو ایران هم مثلا بودش دیگه، یعنی آقا باش ما یک دهم شما نیستیم که اونجوری.
نه ببین، یه مشکل دیگه از نظر استراتژیکلی، از نظر تبلیغاتی یه مشکل دیگه هم داره. خب اینه که میتونن بیان ادعا بکنن که اگه این وحشی‌ها اینقدر نبودن اونجا، اینقدر همه رو اذیت آزار نمی‌کردن، رأی مثلا توی کالیفرنیا مثلا خیلی بالاتر خواهد و میان شک میندازن. کاملا میفهمم منظور چیه. منظور دو تا اشتباه مثلا یه درستو نمیسازه کلا، مثلا یه کار اشتباه حالا توجیه نمیکنه، یعنی مثلا هر چقدرم طرف اشتباه باشه نبا تو هم همون کار انجام بدی. اینو کامل میفهمم چیزی که میگه. آره این حرف درست. اوکی اینو نمیتونم چیز. خب مرسی آیب جان، نظراتو تو گفتی. اگه برم نفر بعدی. بله مرسی. باش باش رایان. سلام دوباره جان. نه من با موافقم خیلی حرف درستی زدی. ببین من اصلا تعجبم ولی یه جایی چرا جواب ندادی؟ من داشتم گوش میکردم. اول بده بگم از این آخری شروع کنم. آقای ایوب میگه که اینن همینه گفت، من از اینجای یاد داشت کردم. اصلا میگه هر گونه عمل یا حرف ناشی از هیجان درست نیست. حالا کار نداریم اینو چرا درست نیست، ناشی از هیجان میشه، خیلی کار رو کرد دیگه. ولی میگه پدر، مگر اینکه پدر سر بچه یا سر زنش، یا شوهر سر زنش اون درسته. به شما هیچی نگفتی، من منتظر بودم اونجا سریع قطعش کنی. نه ایوب جان، نه اشتباه نکن، خیلی غلطه، این کار درستی نیست. ما هم نمیدونستیم، ما اونجا تو اون کشور زندگی میکردیم، هیچ که به ما نمیگفت آقا این درست نیست. الان فهمیدی درست نیست. ببین اگه شما دیدی تو خیابون یکی داره یه بچه رو کتک میزنه، اگه برگشتی گفتی که شاید بچه خودشه، یعنی شما خیلی نشیدم گفت کتک، من بخش من حواسم نبود موقع گفت کتک بزنه بچه شو، گفتش که بله یه همچین چیزی. نه کتک نگفت، هر گونه عمل یا هر، ببین دادم نمیتونه بدن سر زنه، شما نمیدونه مگه زن حواسم نبود دامستیک وایلنس سر زنه، اگه داد بدنی این امکان داره ارست بشی، امکانش تو بعضی ایالت اینجا امکانش هست الاد قانونی، حتی کالیفرنیا میشه. شما حتی اگه خیلی داد بدن هر عملی انجام بدی، مثلا فرض کنید که بری، آخه ببین من دلیل این که آخه داریم جدا میشیم از بحث براندوزی و اینا، برای این خیلی بحث خوبیه اتفاقا. اتفاقا من فکر میکنم اساسی داریم بحث همینه، من زیاد وقت نمیگیرم، خیلی 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 کوتاه میگم، خیلی بحث خوبیه. میگی شما فکر کن که یه نفر تو خیابون داره یه بچه رو میزنه، بعد یه آدمی که داره اینو نگاه میکنه میگه که شاید بچه خودش این داره کتک میزنه. من فکر کنم برای این جواب ندادم، چون که میخواستم داشتیم درباره این اتفاقات رأی و اینا صحبت میکنیم، فکر کردم هاشی داری میری تو هاشی. اکثر مردم ایران نمیدونن اینو، به خوشونه شما مثلا اینو به آقایی که قبل از اون بود آقای والار چیه هستش، ایشون شما این ویدیو رو نشون دادی، میگه آقا این ویدیو خوشونت هست یا نه، ایشون بدونه گفت نه هراسمنت وایلنس تو آزاره. حالا خوشونت رو من بیشتر کی میدونم؟ نه خیر تعریفش رو نمیدونم. خوشونت کلامی داریم، خوشونت فیزیکی داریم. خب بعد حالا من نمیدونم تعریف، حالا کلام به نظر من حالا نمیدونم چه از اخلاقی بده، حالا اسمش رو هر چی شما بذاریم بذاریم. حالا من فقط میگم که اون ویدئویی که شما نشون دادی من کاملا با شما موافقم. کاری که ایشون اینا انجام دادن این کار به هیچ عنوان متمدنانه نیست. این یعنی بوی تمدن نبرده اون آقایی که با اون هیکل به قول شما این کار انجام میده. ایشون میگه سر جمهور کانادا، نخست وزیر کانادا این کار میکنه. آقا این اصلا یه مثال تمثیل ناروا بهش میگن، تمثیل میدونم نخست وزیر، تمثیل ناروا. چرا فرق داره شما سر رئیس جمهور داد بدنی، سر رئیس جمهور نخست وزیر و وزیر داد بدنی، هزار برابر فرق داره ای که سر یه بچه داد بدنی یا سر یه زنی داد بزنی. مفاهیمش کلا فرق داره. یه جایی شما آدم دلیری هستی، یه جایی دیگه آدمی هستی که داری تهدید میکنی، آدم زورگویی هستی. رئیس جمهور اگه سر شما داد بزنه فرق داره تو این که تو سر رئیس جمهور داد بزنی. این خیلی مهمه، اینا همه میدونن.
شما حق داری که خیلی چیزها رو بگی راجع به رئیس جمهور آمریکا، راجع به نخست وزیر کانادا، ولی ایشون نمیدونه راجع به آرمین نوابی اونجا حرف بزنه. البته من فکر می‌کنم که توی آمریکا و کانادا هم اگه شما برید دنبال رئیس جمهور نخست وزیر داد بزنید سرشون، همینجوری این آقا راه بره شما همینجوری دنبالش برید داد بزنید، فکر کنم اون موقع هم دستگیرتون کنن. نمیدونم خیلی نزدیک اونا خب محافظین مخصوص دارن که نمیدارن که. ببین من وقتی که مثلا تو خیابون کارهای سیاسی یا فکری میکردم، خب مثلا توی مثلا استرالیا که بودم با مسلمان ها میخواستم مناظره کنم، با میکروفون که میرفتم دنبال مسلمان ها، مثلا یه دختر خانومی حجابی تا دستش اینجوری میکرد که نیا دنبالم، سری میرفتم یه طرف دیگه، یک ذره نمیخواستم باعث بشم که این خانوم مثلا فرض کنه که من ممکنه مثلا بخوام، یا یک آقای یک کسی میپرسیدم میتونم ازش سوال کنم، تا میگفت نه سری ول میکردم، سری ول میکردم. یعنی خب یعنی من بله من یه ویدیو از سروش دیده بودم، همینطوری همه داشتن بهش حمله میکردن برای یه سخنرانی که رفته بود، من تعجب کردم، ولی اکثر کسایی که ندیده بودن میگفتن که کار مردم درست بوده که بهش حمله میکردن، بهش فحاشی میکردن. من میگفتم نه این کار درست نیست توی کشور آزاد. خیلی ممنون از این وقتی که بهم دادی، مرسی. خواهش مرسی رنج جان. من نفر آخرم بیارم، بعدم یه ذره کامنت های شما رو بخونم توی لایو چت، بعدم برم. عارف جان الو، سلام. میاد سلام. بله میاد. من راجع به حالا این ویدیو که خب فکر نمی کنم حالا کاری کرده باشه، غیر قانونی بوده باشه از نظر اخلاقی چی، ولی فکر می کنم از نظر اخلاقی درست نیست، یعنی کاری نیست که من یعنی بخوام بکنم. یه نکته دیگه هم حالا کلیه، یعنی خورده اینکه چرا هر کسی که رفته رأی داده رو ملت به عنوان آدم بد، دشمن میدونن، کسی که دستش مثلا با حکومت توی کاسه است. من یه دوستی داشتم اتفاقا چند روز پیش داشتم حرف میزدم، اون رفت رأی داد، حالا دلایل خودش هم داشت، به همتی رأی داد، منم خودم شخصا رأی ندادم توی این رژیم، ولی اینکه نمیدونم چرا هر کسی که رأی نداده رو به یه چشمی بهشون نگاه میکنن که اینا دشمن ملتن، اینا دارن مزدور حکومتن، چه میدونم دارن پول میگیرن از حکومت. به نظر من این دیدگاه درستی نیست. خیلی از کسایی که حالا رأی دادن به هر حال به یه دلیل شاید رأی دادن که واقعا کشور بهتر شه، حالا درست من مخالفم باشون، یکی اشتباهه، یکی مثلا نظر اشتباه دارن، یعنی ممکنه فکر کنن این مزدوری نیست، به نفع جمهوری اسلامی هم نیست، ممکنه فکر میکنن دارن کشورشون نجات میدن. خب اشتباه، نظرشون اشتباهه. خب نظر اشتباه ها که نباید، جرم که نیست که نظر اشتباه داشته. آره به یه همچین دیدی وقتی بهشون نگاه میشه، خب یه همچین رفتارهایی هم آخرش سر میزنه دیگه، حالا بی شرف و فلان. اصلا ما نمیدونیم خانم واسه کی هست، واسه چی داره رأی میده، اصلا به کی داره رأی میده، اصلا شاید یه کار دیگه داره اونجا. به هر حال میگم حالا این در حالت کلی بود که حالا بعدم این انتخابات به حالت رفراندوم نباید بهش نگاه شه که ها کسایی که رفتن رأی دادن رأی آری دادن به جمهوری اسلامی، کسایی رأی ندادن رأی ندادن به جمهوری. اصلا یه همچین بحثی نیست، به نظرم اینم یه چیز غلطیه. اتفاقا عارف جان، آرمانم تو لایو چت یه چیز خیلی خوبی گفت، زوس هم موافق رأی دادنه، درسته؟ خب ما اینجا زوس رو خیلی دوست داریم، در صورتی که در این موضوع باش خیلی مخالفیم، خیلی با زوس مخالفیم، در باری باش اختلاف نظر داریم. آیا مثلا میخوایم بگیم زوس هم مثلا مزدوره؟ میدونی بگیم زوس مثلا بی شرف زوس؟ ما نمیگیم این همچین حرفی رو به زوس. خب ما اینجا زوس رو دوست داریم، برنامه‌اش هم دوست داریم، کانالش هم دوست داریم، ولی درباره این موضوع باش اختلاف نظر داریم. میتونیم من باهاش هم درباره، اگه بخواد درباره این موضوع هم باهاش صحبت میکنیم. نمیام که بیان بگیم که اینا مثلا چیزن مزدور. آیا کسایی که میگن مثلا اینا مزدور جمهوری اسلامی، فکر میکنن زوس خب مزدور جمهوری اسلامیه؟ شما یه همچین فکر میکنید؟ اصلا مگه میشه حکومت حدود مثلا نمیدونم چند میلیون دقیقا رای دادن، حالا حدود 25 میلیون رای دادن، 25 میلیون مزدور که دیگه حکومت نداره. راجب آمار هم میخواستم بگم، من یه جورای قبول دارم آماری که حالا خود دولت صادر کرده، حالا شاید 1-2% بالا پایین باشه، اونو کار نداره، ولی به نظر من هیچ وقت حکومت نمیاد یه همچین آماری رو که از هر طرف نگاه کنی به ضررشه بیاد منتشر کنه، هم از نظر آرای باطله، هم از نظر آرای رئیسی به دست آورد، هم از کل آرا، یعنی 48%، خب حالا 2% می آوردنش بالاتر، مشروعیت میدادیم به قول خودتون بهش. درسته. البته این نظام که مشروعیتش رو خیلی وقت پیش از دست داده ده. نه توی این 2-3 سال. همین نکته رو همینم خواستم بگم که
مرسی جان عرف نظراتو از نظراتت از وقتت ممنون. من برم من یه چیزی رو ببخشید یه کسی اینجا گفت گود هانتینگ یه چیزی گفت من میخوام اینو هایلایت کنم. خب گود هانتینگ میگه بار آخر انگار مثلا من باید همه کامنت های شما رو همش ببینم، مثلا کامنت های شما رو بعضی موقع هایلایت نمی کنم یا نمی بینم یا دارم با یه کسی دیگه حرف میزنم، شما خیلی بعضی موقع بهتون برمیخوره. باشه حالا هایلایت کردم خوبه راحت شدی. میگه که فرق قرآن پاره کردن و کاریکاتور کشیدن با رفتار اسلام چیه؟ چرا تو نرفتی یکی یکی با مسلمان ها لایف چت حرف بزنی چرا بزنی بگی چرا اسلام بده؟ من جواب این سوال شما این سوالا رو هزاران بار دادم هم تو کانال انگلیسی هم تو کانال فارسی و خیلی برام عجیبه که شما فکر میکنین که اذیت و آزار مسلمان ها یا کسایی که باهاشون اختلاف نظر داریم با قرآن پاره کردن من یا تصویراتی که برای مسلمان ها توهین آمیزه شما فکر میکنین نیکیه. یعنی واقعا سطحی فکر میکنین که اینا رو یکی حساب میکنین. من هزار بار گفتم هیچ مسلمونی لازم نیست ببینه که من قرآن دارم پاره میکنم. تازه یه کاری هم که من میکنم وقتی قرآن پاره میکنم، الان اخیرا هم اینو اضافه کردم، اینه که دارم تریگر وارنینگ میدم. ببینید هر ویدیویی هر کاریکاتور کتابی که من ببینید من کتابی که نوشتم خب Why there is no God احتسن نوشتم خب من فقط کاریکاتورام و قرآن پاره کردنم توهین‌آمیز نیست، من اصلا تمام کارامون توهین‌آمیزه، اصلا کتاب من خب این کتابی که نوشتم اینم توهین‌آمیزه براشون. خب همه اینا توهین حساب میشه. من اصلا نفس کشیدنم به عنوان یک به عنوان یک کسی که اسلام قبول کرده اونم حتی توهین‌آمیزه. خب موضوع اینه که ما چیزهایی که برای مسلمان ها توهین حساب میشه هیچ کدوم از اینا رو به هیچ مسلمانی تحمیل نکردیم. یک مسلمانی که قرآن پاره کردن منو ویدیوش رو میبینه، این نقاشیایی که گذاشتیم از محمد و اخیراً هم یکی اومده از الله، بریم ببینیم خیلی قشنگه، از عایشه و چرا فوکس هم رفت ببین عایشه هم که کشیدیم گفتیم که این عایشه بعد از 18 سالگیشه، یه موقعی هیچ کس فکر نکنه ما عایشه رو بچگیاشو کشیدیم، نه به هیچ وقت. عایشه رو خیلی هم تو کاریکاتور توی کاریکاتور نه تو نقاشی هم که گذاشتیم نوشتیم که این بالای 18 سال به بعد بوده که کشیدیم. خب فاطمه رو کشیدیم، عایشه رو کشیدیم، خیلی هم قشنگ کشیدیم، محمد رو کشیدیم، علا کشیدیم، اینا خیلی به شدت توهین‌آمیزه برای مسلمان ها. ولی هیچ مسلمانی اگه اینو دیده به خاطر اینکه اومده نگاه کرده. هیچ وقت ما اینو به هیچ مسلمانی تحمیل نکردیم. یعنی اگه یه نفر بهش اهانت شده به خاطر اینکه اومده دیده، میتونست نیاد ببینه. ما هیچ وقت به زور هیچ کدوم هیچ وقت هیچ این ویدیوهامونو نقاشیامونو کتابامونو پادکستامونو ویدیومون هیچ وقت به زور جلوی هیچ مسلمانی نذاشتیم. هر کسی میخواست میتونست نبینه. ما نرفتیم مثلا توی ما رفتیم تو خیابون گفتیم می نقاشی محمدو ببین ببین نقاشی محمد اهانت بهت بشه بعدت میاد باید بعدت بیاد، نه اونا اومدن دیدن بهشون هم گفتیم نیاد ببینید، ما رو بلاک کنید، دنبالمون نکنید، کتابمون رو نخونید. مگه مجبوری کتابو بخونید؟ ببینید مسئول اگه یه چیزی برای شما توهینه ندیدنش مسئولیت شماست، نه کسی که اونو درست کرده. خب شما مسئولیت داریم اینه که شما وقتی میتونید شکایت بکنین اینکه من اومدم جلوی شما دارم نقاشی میکشم تا دوست نداری ببینید من گفتم جلو نه باید ببینید. خب این میتونی شکایت کنی اون موقع، ولی وقتی که من این نقاشی رو گذاشتم رو وبسایت خودم تو اومدی روی پیج فیسبوک پیج من داری میای میگی اه من اینو دوست ندارم، خب اینجا چیکار میکنی؟ خب پاشو برو رو وبسایت من چیکار، اگه دوست نداری رو وبسایت من چیکار میکنی؟ ما هدفمون از این چیزای توهین‌آمیز درست کردن چیزای توهین‌آمیز این پیغامه که آقای مسلمان خانم مسلمان چیزی که برای شما توهینه این مسئولیت به ما نمیده که ما اینا رو نکشیم یا ننویسیم یا نسازیم، این مسئولیت به ما میده که ما اینا به شما تحمیل نکنیم. ما اینا رو اتفاقا چون شما میخواین ادعاتون اینه که این مسئولیت به ما میده که ما نکشیم ما نسازیم ما ننویسیم، ما بیشتر میخواییم کشید، ما بیشتر میسازیم و بیشتر مینویسیم که شما بفهمید نه این آزادی بیان ماست. آزادی بیان ما
حق اذیت و آزار ما رو به شما نمیده، ولی حق شما به شما این حق رو نمیده که ما رو ساکت، جلوی شما رو میگیره که شما ما رو ساکت بکنید. آزادی بیان این نیست که من بتونم بیام تو صورت تو فوش بدم. آزادی بیان اینه که من میتونم تو کانال شخصی خودم بگم اینا این احمقن، میدونم حق دارم، بیشعورن، نباید این کارو بکنم. البته این کار درست نیست، ولی این حقو دارم که این کار کنم. خب ولی اگه همین کارو من به تو یه جوری انجام بدم که تو نتونی مثلا ساکتم کنی، یا اینکه ویدیو رو کلوز بکنی، یا اینکه بری یه جایی باشم که تو نتونی از من در بری، من دنبالت بکنم، اذیت کنم، آزارت کنم. ببین من همه حرفایی که اینجا دارم میزنم، خب من فرض کنم میگم خدا اثبات وجود خدا نشده، کسایی که به خدا اعتقاد دارن خرافاتی هن. خب به خرافات اعتقاد دارن. همین حرف من اگه فرض کنید یه نفر تو منو دعوت کرد به مسجدشون، رفتم تو مسجد گفتم خب ای من تو مسجدم، الان به همه تو میگم خداتون دروغه اینا، من میگن که آقا جان این حرف اینجا نزن، میگم نه من آزادی بیانم، من میخوام این حرف اینجا بزنم، خدا اسلام دروغه اینا، بگم بابا بندازنم از مسجدم بیرون. آیا اینا منو آزادی بیان منو گرفتن؟ نه نگرفتن، برای اینکه این مسجدشون بوده، جایی بوده که خودشون ساختن، خریدن تو خون. من که نمیتونم مثلا فرض کنیم برم کامیونیست مانیفستو رو بردارم برم تو خونه یه نفر بپرم روی میز ناهارشون وقتی دارن ناهار میخورن داد بزنم که من کامیونیست مانیفستو رو مثلا برای شما بخونم، یعنی که علیهش برای شما بخونم صحبت کنم، اینا بگن ای پاشو برو بیرون ما داریم ناهار میخوریم، بگم ای آزادی بیان من چی شد؟ این تحمیل دارم میکنم عقایدمو. یعنی من اگه تو پارک وایسادم مثلا من خواهم بگم من ضد کمونیستم، خب یه پمفلت گرفتم توی پارک، هر کی بخواد بهم میگم آقا من ضد کمونیستم، بیاین پمفلت منو بگین که چرا کمونیستی بده، این اشکال نداره. ولی همین پمفلت رو اگه گرفتم با بلنگو افتادم دنبال یه نفر، ببین این پمفلت من میتونم یه پمفلت داشته باشم که اصلا عکس به شدت توهین علیه اسلام، توهین علیه اسلام به شدت، خب کاملا به حق، هم اخلاقیه هم به حقه که من این پمفلت توهین به اسلام رو داشته باشم توی پارک، بگم من این پمفلت هم توهین به اسلامه، بیام ببینید چرا ما داریم به اسلام توهین میکنیم، این اشکال نداره. ولی یه خانم حجابی دیدم افتادم دنبالش، پمفلت منو بگیرید، پمفلت منو بگیرید بخون ببین که چقدر اسلام دروغه. این خانم هم به من اشاره کنه که برو من نمیخوام، و همینجور بودم دنبالش، بگم نه ببین اسلام تو دروغه، تو به یه دروغ اعتقاد داری، بخون که چرا اسلام دروغه، این از اعتراضه. ببین درست کردن اون مطلبی که برای مسلمان‌ها توهین‌آمیز هست توی پمفلت من، این هیچ اشکالی نداره، من باید بتونم این کار کنم، اتفاقا کار خوبی هم از کارم کنم، خب ولی اینو به زور کردن، اذیت و آزار دادن مسلمان‌ها به زور به طور تحمیلی، خب این کار اشتباهه. مسلمانایی که دارن میان چیزای ما رو میبینن، یا از خودشون دوستان اذیت میدن، یا دارن یا آزار میدن، یا اینکه کنجکاون، ما میخوام ببینن که چرا ما داریم چیزا رو درست میکنیم، خب یکی دنبال یه چیزی هست که عصبانیشون بکنه، تقصیر خودشونه، تقصیر ما نیست. برم دیگه، گود هانتین میگه متاسفانه من خیلی قطع وصل میشه، امکان بالا اومدن ندارم، راحت تر میتونستم جواب بدم. آرمین از 20 تا پیام من دو تاشو هایلایت کردی، داری روش مانور میدی، کل حرفت منو ندید. خب ببخشی من چیکار کنم، من دارم تمام سعی میکنم. ببینید من از همه از اکثر برنامه های دیگه دارم بیشتر دیگه نظرات شما رو، اگه من الان 2 ساعت 3 ساعت اینجا هستم، خب ببینید من از کانال های دیگه من لینک میذارم که بیان، حالا نمیتونی بیای ببخشید، اونایی تا اونجایی هم که تونستم بعضی از کامنتات هایلایت کردم، حالا همش هایلایت نکردم، نظرت بهتر بود اگه همش هایلایت میکردم، من دیگه الان باید برم، شرمنده، یعنی من بالاخره حتی اونجایی که بتونم نظر شما رو منعکس بکنم از کانال دیگه بیشتر این کارو کردم، خب از کانال دیگه بیشتر این کارو کردیم. اگه به طور اونجوری که دوست دارین نشده، من یه کار دیگه هم اتفاقا کردیم، ما پایینه ببینید کسایی که اینترنتشون خوب نیست، کسایی که اینترنتشون خوب نیست، من بگم لینک داریم زیر همین ویدیو، بعد از اینکه تموم شد برید روی دیسکریپشن نگاه کنید، پیغام صوتی میتونید برای من بذارید، بابک اینا رو چیز میکنه، بابک اینا رو خودش برنامه میکنه، لازم هم نیست خیلی
یعنی این چون ضبط میشه روی کامپیوتر خودتون بعد آپلود میشه، اینترنت خیلی قوی هم لازم نداره. خب شما نظرات مخالف منو اونجا برای ما بفرستین، بابک زحمت میکشه برای شما اینا رو برنامه میکنه. یعنی ما دیگه بیشتر از این همه چی رو دادیم دست شما، هم نظراتتون رو بعضیاشون هایلایت میکنم، هم لینک میذارم بیاین بالا نظراتتون رو ببینیم، هم کسایی که اینترنتشون سرعتش خوب نیست یا فکر میکنم من نظراشون رو خوب منعکس نکردم، لینک گذاشتم پیغامات صوتیتون بذارین اینا رو، حتی بدون که من بتونم جواب بدم نظرات صوتی شما میشه برنامه، بدون کسی که جلوتون هم بگیره. دیگه بیشتر از این نظر شما رو منعکس کردن کجا این انجام میشه؟ دیگه بهتر از این نداریم. خوبه، گود هانتینگ، گود هانتینگ. دیگه لینک گذاشتم اونجا، برنامه رو من قطع میکنم، والا رو هم یه ذره بیارم بالا برای کی میگه، برنامه رو من دیگه یواش یواش قطع میکنم دیگه. برای اونجا هر موقعی که وقت داشتی، هر موقعی که اینترنت بهتر بود، یه آدیو بذار، بابک پیغام تو رو میکنه برنامه. تو باید یه مقدار جمع بشه که بتونی به اندازه کافی یه برنامه بشه، یعنی پیغام صوتی زیاد بذارین برای ما که ما بابک بتونه اینا رو برنامه کنه. والا جان حرف آخر رو بزن که ما دیگه بریم. میخواید برید؟ من رفتم یه چایی ریختم اومدم. بعد این به نظرم رسید که حالا این خشونت نسبی که یه سری ها بر علیه موافق جمهوری اسلامی انجام میدن، یه بخش بزرگی از جامعه که یه سری افرادن که موافق جمهوری اسلامی هن ولی قصد ندارن هزینه‌ای براش بدن، یعنی بزدلن به نحوی میتونم بگم یه بخش بزرگی از جامعه ما هم همینه، و به نظر من با این خشونت میتونه مثلا یه سری تاثیرا بذاره روی این بخش که اینا برن عقب و از طرفدار جمهوری اسلامی کم بشه. این هم یه صحبتی، نظرتو بگو. ببخشید یه بار دیگه بگو، چون من 3 ساعت بودم یه مقدار قدرت توجهم کم شد. یه بار دیگه بگو شرمنده. این خشونتی که حالا تو همون فیلم نشون داد که مثلا با کسایی که میرن رأی میدن، یا یه فیلم دیگه هم من دیدم، فیلم که نه یه خبر دیدم، یه سری از این سلبریتی هایی که حمایت کرده بودن از رئیسی و گرفته بودن زده بودن. خب من میگم این خشونتی که هست، خب میتونه یه بخش نسبتاً بزرگی از جامعه که موافق جمهوری اسلامی هن ولی نمیخوان هزینه ای براش بدن و ببره عقب. متوجه شدی؟ آره به نظر من. آره ولی این روش خوبی نیست به نظر من. خوبی نیست؟ نه دیگه بابا، یعنی معلومه که، یعنی خب ممکنه ببین یه کار دیگه هم کنه، ممکنه خیلی کسایی که هزینه لازم نمیخواستن بدن و ببینه که ما بگن که ببین براندازه چه جوریان، بگه خب اینا هیچ وقت نباید بیان تو قدرت. یه سری کسایی هم که حاضر نبود هزینه بدن هم ممکنه باعث بشه که بخوان هزینه بدن. اینم هست. شانس جلوه خوبی نداره. آره. وقتتو نگیرم. ممنون ولجه. ممنون. خیلی خوب فعلا پس. خب من دیگه برم، ببخشید من دوست داشتم بیشتر میموندم ولی واقعا 3 ساعت بودیم دیگه. خیلی خب زنبولک هم باید بره. خیلی خب فعلا میگه نرو دیگه، میگه نرو بودی حالا بابا جو، من 3 ساعت اینجا نشستم، من کارهای دیگه هم دارم. خب آخه ولی ممنون که دوست دارین من باشم واقعا. امیدوارم کسایی که اختلاف نظر دارن حداقل بتونن این اختلاف نظرهای بین من و شما رو قبول بکنن. بعضیاتون همش میگین که حرف نزن دیگه، خفه شو آرمین. امیدوارم اکثر کسایی که اختلاف نظر دارن مثل این کسایی که فوش میدن و میگن خفه شد و حرف نزن و زر نزن اینجوری نباشه. میگن خب من با آرمین اختلاف نظر رو دارم ولی میتونیم با هم هنوزم یه حرفای که کاربرد داشته باشه بزنیم با اینکه این اختلاف نظر رو داریم. یعنی امیدوارم بیشتر اکثر کسایی که اختلاف نظر دارن بتونن اینجوری فکر بکنن. خب اختلاف نظر ما نباید باعث دشمنیمون با هم بشه، ولی اگه شد دیگه خب متاسفم، ممکنه این کانال برای شما نباشه. تا روز مرسی. مرسی فعلا همه، تا هفته تا نه اتفاقا بیشتر از تا روز دیگه، تا برنامه آینده. ابلیس حافظ همه شما.